آفریقا هلوش 3000 تا قبیله داره که قبیله ماسایی بعد از قبیله زولو مهمترین و پرجمعیت‌ترین قبیله‌اش هستش که یک چیزی هلوش 500000 نفر جمعیتش هستش و در منطقه ناروک کشور نایروبی زندگی میکنن. الان ما داخل یکی از روستاها اومدیم. این روستا هلوش 10 تا خانواده زندگی میکنن که همشون از یک پدر بزرگ هستن و سبک زندگی متفاوتی داره قبیله ماسایی. هنوز هم به صورت سنتی در خونه هایی که با دست ساخته میشه زندگی میکنن که در ادامه میتونیم این خونه ها رو ببینیم. خونه‌های قبیله ماسایی بهش اینکاجیک میگن که ساختار خاصی داره که الان میتونیم داخلش بریم و ببینیم. این خونه ها از یه ستون اصلی ساخته میشه که این ستون اصلی خونه هستش. بعد میگیرن با شاخهای کوچیکتر و چوبهای کوچیکتر بقیه قسمتهای خونه رو درست میکنن، همینطور دیوارها رو. بعد داخل دیوارها رو با گل پر میکنن همینطوری که اینجا میبینید و برای ضد آب کردن سقف هم با کود حیوانی و کوبیدنش سقف رو ضد آب میکنن. این خونه اتاقهای مختلفی داره. الان اینجا اتاق پدر و مادر هستش، اتاق سمت دیگه اتاق بچه ها هستش که اونجا اقامت دارن، و همینطور یک اتاق هم برای مهمان اینجا تعبیه شده سمت دیگه. اینجا اتاق مهمان هستش. اینجا یک طویله کوچیک هستش که حیواناتش رو نگه می‌دارن. یک اجاق کوچیک داخل خونه هستش که یک ظرف این شکلی معمولاً روش هستش که الان داخل شیر هستش و یکی از سنت‌های عجیب قبیله ماسایی خوردن خون گاو هستش. پنجره‌ای حالا کوچیکی هم تعبیه کردن که به مرور مدرن‌تر شده، شیشه زدن، ولی هنوز جریان الکتریسیته ندارن داخل خونه‌هاشون و هر چند سال یک بار هم موریانه خونه‌ها رو میزنه و مجبور میشن که منطقه رو ترک بکنن و خونه‌های جدیدتری درست میکنن. و جالب اینه بدونی که وظیفه ساخت خونه، نگهداری بچه‌ها، دوشیدن شیر گاوها و کارهای مزرعه به عهده زن‌ها هستش و مردها بیشتر کار شکار و محافظت از قبیله را انجام می‌دهند. یکی از جالبترین مراسم‌های قبیله ماسایی مراسم اونتو هستش که هلوش 15 روز طول میکشه و زمانی برگزار میشه که مردهای جوان میخوان بالغ بشن و مهمترین قسمت این مراسم مراسمی هستش که مردها میان و به صورت یک صف میکشن و توی یه رقابت با هم شرکت میکنن و میرقصن. رقصشون هم به این صورت هست که به صورت پرش‌های بلند انجام میشه این رقص و هر کس بتونه پرش بلندتری داشته باشه توی این فضای رقابتی برنده هستش و میتونه گاو کمتری مهریه بکنه. قبیله ماسایی گاوهاشون رو بسیار دوست دارن. معمولاً غذاشون از بز هستش و فقط توی مراسم‌های خاص گاوهاشون رو استفاده میکنن برای غذا و اعتقاد دارن که صاحب کل گاوهای روی زمین هستن. و یک خدا دارن به اسم انکایی که اعتقاد دارن که صاحب تمام گاوها بوده و اون زمانی که زمین و آسمان از هم جدا میشه با یک ریسمان کل گاوهاشو به زمین میفرسته و کل این گاوها رو به قبیله ماسایی میده. Thank you.
بیا